چی در تو تو نه دیروز چی کرده بود زنگ شده بود به امریکا گفته بود من مستقل هستم بعد من گفتم باشه نه دیگه آفرین از این کارا بهت نمی آیه آفرین فعلا دست نشونده است حالا قبول شد همون لقمه ای که رسول بود تلفن زد من زنگ زد برای نفرش بیا ما معذرت میخوام نه مذر خواهی هم نگد حالا برنامه به اونا توضیح داد که مثلا اشتباهی در ورقایی که نوشته بود دستش آمده یکی تقلب کرده بایی دلیل بود که ولی جناب کرده بسیار آدم خوبیه کافه تا بخور که زیادید نرم این کافه خب من که الان بخورم تمام میشم خب کم کم بخور بعد یونانی ها تظاهرات بکنم کم کم بخور کافه خور بالا بردی چی را هر روز هشتا کافه میخوریم یکی بخور کم کم همیشه بخور انشاءالله که همیشه ملت ما به سلامتی کامل به سربلندی و خیروزی رای خود در پیش بگیرم انتجار نکنید عزیزی من آخه چی را کی را میتونید برادرتون هم؟ بس چی دلیل؟ تو میری اون برادر خودت انتجار میتونی که من شهید میشم؟ نه عزیزی من تو در رای بسیار در رای اشتباه بزرگی هستی این کارا از من تو بعید است حالا یک زمانی میزدیم هم دیگه الان که آخر شده فرش بس دیگه کمپیوتری در پیش داره بس دیگه بس کمپیوتر هم میشون میدیش سخنرانی در کار نیست مردم افغانستان اگر سخنرانی بزرگان درست نشن در سخنرانی ما درست میشن نظر دوباره حکومت کرزی چیه؟ حکومت کرزی به هم خدا مثل ما که سر کار میریم اگر مهندس یا فندکو بالای سر ماست هر چی بو بگه باید همو کار کنه کرزای هم هر چی دست نشانده است دیگه هر چی آمریکا بگه باید همو کار کنه نمیتونه بو از پیش خود یک کار کنه حالی او رئیس جمهور مستقل نیو؟ مستقل نمیم چنان خودش تا دیروز خودش اعلام کرد که تقلبی که در کار انتخابات بوده از طرف کشورهای خارج بوده وقتی خود آدم بگه این کار 100% تقلب بوده دیگه او مستقل نشد که دقیقا امین شما امین نظر داریم الله؟ من نه خیر من در هیچ نظری ندارم به خاطر اینکه من یک مسافر هستم فیلن هیچ حقی در افغانستان ندارم انشاءالله که بعدا بیتن خدمتی برای ملتی بردخت خود بکنم از چی طریق؟ حالا از طریق مواهد بله ما بالاخره به یک آنتن اینا رو باید وصل کنیم دنیا رو ببینن آنتن برای شما وصل کنم دنیا رو ببینن که دیگر مردم دیگر ملت ها چی رقم زندگی میکنن آنتن برای شما وصل کنم که حدی اخر حدی این فکر از خلیشان دور بکنیم که لاخر دیگران با بومب و کلاشینکوف و دانپور زندگی نمیکنن تمام شد با اولی دست خود زندگی میکنن با زحمت آقا امروز 900 کشور ریشه در کشور ما که چی؟ بابا ما چی داریم؟ کل چیز وارداتی ما از کشور ایران است. اگر ایران نبود ما امروز نبودیم. بله. اینو باید مردم ما در کن. بله. آقا 20 بله. تا اگر شده سوزن 20 از نام تو بگیر. بله. ساختم دیگه سوراخ مثلا. کشور تو بگیر. بله. داخل نامت باید روی زبان دیگه مردم ها باشه نه فقط از طریق بوم آقا افغانی ها چی انتجار در آتن انفجار میشه کی کرد افغانی؟ ایران هر اتفاق میشه کی بود افغانی؟ آقا چرا؟ چرا باید این اتفاق ها بیوسته؟ فقط برای ملت ما؟ خداوند فقط ما رو نشانه گرفته؟ یا همه این ملت هست؟ آیا عزیز من؟ این حتما توی که داری همه یوتیوب رو سعی میکنی؟ داری سرچ میکنی؟ این آویزه گوشت تو من تو هم انسان هم به باره گلبدین یک مسیار چی؟ حیاتش آمده به کابل ولی ما مصاحبه‌ای که با جناب حکمتیار داشتیم به هیچ صورت مستقیم نیست به نظر من ملت ما باید هوشیار باشه این آدم چی کرده به این کشور ما چی بدبخت امروز اگر من تو بدبختیم در کشور بیگانه مسافرت میکردیم مسافر هستیم از دست همین آقای گلبدین و همکارانش یک حقیقت واقعی است که نمیشه پنهان کرد اگر من 20 سال پیش نگفتم از ترس خودم بود آقا منم چی اعدام میکردم فتله ولی الان اگر من دارم این راحتی دارم سن در یک کشور دموکراسی فکر نکن من راحتم خیلی اعصابم ناراحته از اینکه در کشور خودم نیستم ولی امیدوارم توی که داری یوتیوب رو سرچ میکنی این سخنرانی رو به همه بفرست آقا ما دیگه خواهان جنگ نیستیم کی رو باید ببینیم بنداز اون اسلحه لامذهب و زمین کاری خودت را پیش کن و کار خودت برن خب امیدوارم یک روز پرچم افغانستان سربلند ببینم انشاءالله
انشاءالله. که دیگه رنج زحمات ملت افغانستان ما هیچ وقت نخواهانش هستیم، نمیخواهیم ببینیم. ملت افغانستان در هر رشته از فوتبال گرفته تا کرکت باید سربلند باشه. انشاءالله. ورزش. قبول داری؟ آه انشاءالله. خدا را شکر. دیدی؟ یام میگن چطور؟ اکنون حالا 99 درصد افغان. خب مولا عبدالخبیر و احمد آقا ان شاء الله در یوتیوب مورخ امروز تاریخ چند میلادی؟ برادر من امروز 15 فروردین سال 1389 بله مصادف میلادی مصادف است با 2010 میلادی، حالا دقیقاً 7/4/2010 میلادی احتمالاً. به هر حال من هر کاری کردم نتونستم خودم با تاریخ با این ملت با فرهنگ این ملت دست بدم. آقا من زاده اون ملتم. من باید اونجا زندگی کنم. چرا باید در اینجا باشم؟ احساسات رو کنترل کن مردم باز. آقا نمیشه آخه تا چه؟ ان شاء در مصاحبه بعدی حرفای خوبی را از شما خواهیم شنید. انشاءالله در مصاحبه بعدی شما را چند سال با عنوان یک افغان صاحب رسوخ با عنوان یک افغانی کامل قربان شما. تشکر باشه. تشکر. به امید پیروزی افغانستان.